یکی از اون اندام های مهم رئیسه در بدن ما قلب قلب خیلی جا اثر داره هم یه پمپ قوی خونه هم یه پمپ قوی لنفه، هم یه پمپ قوی برای ریح و اون باد بدن هست هم مرکز احساس هم. هم مدیر سودای صالح خیلی کارهای مهم می داره بله بله و حالا اه... مباحث احساس و مباحث اون فعاد و کلمات مشابهی که ما در روایات داریم در مورد قلب که در واقع مرکز احساس بدن حتی مرکز انگیزه بدن مرکز شعور و حتی یه جاهایی باز تو تپ میاد میگه اون نفس حیوانی مرکزش کجاست قلبه قوه مدرکه قوه محرکه شهوت غضب نه خیلیش مدیریتش با قلبه. حالا اینکه کدوم قلب مد نظره همین قلب سنوبریه یا یه قلب دیگری است الان وارد اون بحث نمیخوایم بشیم ولی یکی از نظرات بسیار مهم اینه که همین قلب سنوبری خیلی رو همین حرفها اثر داره یک کم فیزیولوژیک تر نگاه کنیم و خاکیتر نگاه کنیم قلب ما در واقع رئیس ازولات بدن و از اون طرف سودای صالح رو در بدن ما مدیریت میکنه که کجای بدن ما خاکش کمه اوجا رو خاک بالاخره باید اون سیستم قوای بدن تأمین بکنه یعنی اون کم و کسری ها رو قلب میگه تبعش چیه سودا به اضافه صفرا تبع اصلش اگر یادت باشه بحثی داشتیم گفتیم که بدن ما هر اندامیش یه اصلی داره بله. و ما اگر خواستیم حالمون خوب بشه اگر ضعف در ماده پیدا شد ضعف در کیف درمان به ضد میکردیم سردی رو گرمی میدادیم اما اگر ضعف در ماده بود قرار بود چیکار کنیم از جنس, جنس خودش بدی بله. لذا قلب ما سوداست به اضافه چی؟ صفرا یعنی سفر. مدیر سودای صالح بدن خاک خوب بدن کجا خاک خوب نیاز داره زیر میکروسکوپ اون کلسیومه اون ویتامین دیه اون منیزیومه اون آهنه یکم خوبتر نگاه کنیم خیلی باید خلاصه کلانی ماجرا رو دید دیگه اون سودای صالح خیلی اهم از این حرفا میشه اون استقامت بدن استحکام بدن قوت بدن اینا همش ربط اون سودای ساله حالا اون مرکز سودای ساله بدن اگر قلبه یه سوال اگر کسی گفتش که من احساس میکنم که ارادم کم شده اگر کسی گفتش که احساس میکنم قوتم کم شده تو همه چی اگر کسی گفتش که من بیمسئولیت شدم ما میگیم باید بری قلبتو قوی کنیم و چقدر احادیس حرفا سخنها اینجا داریم برای تقویت قلب و نقش این قلبه در این اتفاق ها لذا قلب خیلی مهمه مثلا تو روایت میفرماد که آقا فلان خوراکی برای قلب خوبه بعد همون خوراکی نگاه کنه اتفاقا تاثیر مستقیم داره در شجاعت در حکمت در درایت و من چند مثالشو بخوام بزنم مثلا نگاه کنید چقدر ما توصیه کردن که اگه میخوای قوت قلب پیدا کنیم اسفند بخور قوت قلب میخوای پیدا تو اسفن با تدبیرش دیگه که اون مثلا سمزودایی ازش بشه یا کف دست مالیدش فوت شه یا هفت بار شسته شه یا مثلا اگه میخوای قوت پیدا بکنی مثلا در روایت به ما میگن چیکار کن میگن به بخور شجاعت درایت حکمت خیلی از ویژگی ها میگه برو به بخور میگه اگه به چی داره برگ سنجه چی داره که اگه من به خوردم برگ سنجد در دم کردم خوردم اگر اومدم آش جو خوردم قوت پیدا میکنم سویق سنجت بخوری استقامتت میره بالا سویق جو نست. بشوری بخوری استقامتت میره بالا یکی از علتاش اینه که تأثیر رو کجا داره؟ روی قلب, رو قلب, قلب. مثلا اموزا میگن که آقا ما افتادگی در قلب پیدا کردیم افتادگی در قلب توی طب اخلاطی نگاهش اینه دیگه میگه افتایی در چه قلب به خاطر قلبی بلغمه بلغم که میره بالا خاک قلب که کم میشه افتایی در چه پیدا میکنه میخوای چیکار کنی در چه رو عوض کنی بعد بزرگی قلبو چیکار میکنی بعد اونم میخوای دوباره مثلا چه جراحی کنی بعد بعدش میخوای رگارو چیکار کنی بعد میخوای ورنگ پاتو چیکار کنی در اصلشو درست کن اصلش اینه که یعنی سودای ساله تو بیار بالا حالا بعضی چیزا سودای ساله رو در قلب تقویت میکنه مثل بهدانه مثل اون بهی که عرض کردم مثل خدمتتون ارز بکنم که اون مثلا اسفندی که عرض کردم اینا تأثیر مستقیم رو قلب داره پس هر چقدر ما صدای صالح رو یک دو یه چیزی باشه اصل قلب گفتی صدای صالح از هم هست اسفند هر دوتا رو داره هم خاک داره هم گرما داره درست. همون صدای صالح رو داره هم سمنو هر دوتا رو داره هم گرم میکنه هم خاک خوبی داره پس برای قلب خوبه به هم گرم میکنه هم صدای صالح داره پس برای قلب خوبه پس اگر خواستیم خیلی از بیماری های قلبی مون رو چه جسمی چه روحی چه روانی خیلی از ویژگی هایی که مثلا طرف میمن ارادم کمه نمی جنگم به ما قلب تو تقویت کنه. یه چیکار کنم باشه یه توصیه میکنم یه فرمود برو رو انگیزهات فکر کن قوت در عمل پیدا میکنی باشه این حرف خوبیه توصیه باش دیگه چی کار کنم فیزیولوژی بهم بگو یه کاری باید بکنه قلبت تو رو از جا بکنه با سوده سالشوری شواری بالا یک دو با سفر هم داشته باشه لذا طرف دنبال شربت هایی میره که این جنسی باشه یا چه شربتی بخورم قوت قلب پیدا کنم یه برو بادرنج بیه بخور بادرنج بیه هم سوده ساله تو میاره بالا هم سفراتو میاره بالا یه دفعه مثلا میشه آقا چای برگزیده یا میره المؤمنی بر آدم هایی که میخوان شجاع باشن آدم هایی که میخوان مثلا اهل اقدام باشن مثلا. خب پس یه نکته خیلی خوبی که امشب بهش رسیدیم اینه که خیلی از بیماری های ما چه بیماری های روحیمون چه بیماری های روانیمون چه بیماری های جسمیمون ربط به این اندام رئیسه داره آقا احساس دوچار تزلزله باید قلب تو تقویت کنی آقا عضلات دوچار شلی و ضعف باید قلب تو تقویت کنی ارادت دوچار ضعف باید قلب تو تقویت کنی و وقتی میریم تو روایات در مورد آنچه که قلب رو تقویت میکنه نگاه میکنیم مثلا به ما توصیه میکنن شیر رو با همراه با گوش شیر بخورید چیکار میکنه یکی از کاراش همینه آب گوشت شیر چجوریه یعنی به جای اینکه مثلا سوپ شیر درست میکنن دلو دلو. مثلا آذری ها و اینها یکی درست میکنن نمیدونم سوپ شیره سوپ نم دوغه آش شیره آش نم آب گوشت شیره آب گوشت تو آب شیر میریزی این غذای بسیار مطلوب پیامبر بوده و بسیار تقویت کننده قلب است خب پس ما چیزهایی که تقویت کننده است یعنی سفرای خوب داشته باشه سودای خوب داشته باشه گاهی وقتا اون آب همه اینا رو داره گاهی وقتا اون شیره تازه لطیفش هم میکنه ملایمش هم میکنه یه قایده دیگه خدمت رو عرض بکنم ببین کبد ما مرکز صفراست به اضافه رطوبت بگو چی؟ کبد مرکز بله. سفرا... به اضافه رطوبت, رطوبت. قلب ما قلب ما مرکز سوداست به اضافه سفر یعنی ال کلنگ بدن هر دوتاش چی داره؟ صفرا رو داره صفرا یعنی آتش صفرا یعنی حرارت بدن پس بدنت میخواد گرم باشه باید دوتا گرم باشه هم قلبت گرم باشه هم بگو کبدت گرم باشه بله. حالا از اون طرف قلب داره خشکی سازه سودا سازه سودای صالح سازه خاک خشکه دیگه کبد چی؟ رطوبت سازه رتوبه. اگر کسی به خشکی افتاد اگر کسی خارش گرفت اگر کسی یوبوست پیدا کرد بگه بدن گرمی دارم اما خشکم میگم یعنی ببین اگه بدنت گرمه یعنی سفرای ای سفرای این هر تا بالاست مشکلش اینه که میزان خشکی که قلبت داره تولید میکنه از میزان رطوبتی که داره کبد تولید میکنه بیشتره بیشتر. یعنی کی بازی رو خراب کرده؟ حرف درسته حرف درسته حالا چرا کبد بازی رو خراب کرده؟ خاطر اینکه به میزانی که قلب صدای صالح داده این رطوبت رو نکشیده بالا اسمت بگم ما نمیتونیم صدای صالح قلب رو کم کنیم به قلب بگیم شل باش قلب باید سفت باشه هرچی قلب صفتر کام صفتر زبان سرختر زبان بسیار قویتر اینا که زبونشون چاک 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 چاک, چاک چاکه یا مثلا رو پرزهای زبونشون خیلی خطوط هست یعنی قلبای ضعیفی دارن قلب که قوت پیدا میکنه تمام این چروکا میره به میزانی که شروع کنم عضلات محکم میشه بدن سفت میشه دست میزنی به کام نرمش سفته به میزانی میگم که این زبان ترک برمی داره زبون سفید میشه کام نرم میشه میفهم قلبش هم ضعیفه حرف میزنه شل حرف میزنه کار میخواد بکنه شل کار میکنه خیلی راحت از کنار مسائل به نرمی رد میشه استقامت نداره و چقدر ما آیه شریفه چقدر حدیث که به ما میگن فستقم فست دقه کما عمر، استقامت آقا استقامت میخواید داشته باشی با سودای سالو تو بری بالا آقا سودای سالو بردم بالا برگ سنجدو خوردم آش جو خوردم آه. بردم بالا شبی هفت دونه مثلا اسفند رو با اصل قاطی کردم قبلش هم هفت بار شستم یه هب کردم شب با آب خوردم شب موقع خواب مثلا گلاب خوردم گلاب قلو محکم میکنه چای بادرجبه در طول روز خوردم تو سبد غذاییم صداهای صالح رو زیاد کردم یعنی تو غذام مثلا زردچوبه چیزی که هم صدای صالح دارم سفرا داره خیلی کارا رعایت کردم اما از اون طرف احساس میکنم و خیلی بدنم خوش شده میگم میدید چرا؟ چون به مقداری که این تقویت شده کبد رطوبت پیدا نکرده اون گوشته و اینا خیلی خوبه زردچوبه خیلی خوبه اما اون آش شیر، سوپ شیر، سوپ دوغ، آبگوشت بگو شیر خاصیتش اینه که در عین حالی که داره خشکی رو حفظ میکنه داره رطوبت رو هم میاره بالا پس ما توازن بدن رو به اینه که به مقداری که قلبمون سفته کبدمون رطوبت بده لذا ما باید گاهی وقت روغن زیتون بمالیم رو کبدمون به خاطر همین گاهی وقت هم باید فرمایش اموزا توجه کنیم به قول اموزا توجه کنیم تو نافمون روغن بنفشه به نفشه کنیم که کبد رطوبت پیدا کنه خیلی خوراکی های ما آبکیه چون میخواد به کبد رطوبت بده چون از اون طرف گوشته سودا میده سودای صالح میده اون نخوده سودای صالح میده اون نمیدونم جوه داره سودای صالح میده کنار اونها ما باید چیکار کنیم اون مباحث رتوبتش هم حفظ بکنیم که تعادل بدن به هم نخوره امروز یه جمله گفتیم و اون جمله این بود که اصل ما در قلب سودا و چیه بفرما صف و اگر میخوایم حال خوب باشه باید این قلب رو تقویت کنیم گاهی وقتا قلب دوچار سردی میشه میگه زبون فقط سفیده میگه شرط زعفران بخور قلبت گرم شه برو چای بابونه بخور قلبت گرم شه گاهی وقتا میگه نه مشکلی نیست مشکلی اینه که گرم هستم صفرا رو دارم اما شلم بیحالم بیرمقم گرمایه هستا اما بی مسئولیتم گرمایه هستم اراده ضعیفه میگه باید قلب و صده سالش بکشی بالا برو نگاه کن چیپس بهه چای بهه خورشت به مربای به خودتو ببند به به این همه روایت در مورد به سر همینه چون به شدت رو قلب اثر میگذاره شقاقل چرا قدیمی ها مثلا مربای شقاقل میخوردن این به خاطر که بهشون گفته بودن آقا شقاقل قلبو و محکم میکنه چرا زردک میخوردن چون زردک قلبو و محکم میکنه مربای شقاقل مربای زردک شکر خود شکر قهوه قلبو تقویت میکنه حالا شما کافی مربا درست بکنی با شکر قهوه‌ای با اون شقاقله با اون به لذا این مربا ها بعضی مثلا این تجربه میکنن بعد قدیما که این حرفا نمی دونستم گفتم چرا این همه مربای چرا مربای شقاقل چیه مربای به چیه چرا از اینا بعدا فردا با حساب کتاب داشته قدیما طب میگه که من میوه به فصل داره زردک فصل داره شقاقل فصل داره. همش که نیست من مجبورم اینا رو بگیرم خوش کنم مربا کنم در طول سال این قلب من قوت میخواد این چی میخوام بگم قدیمی خیلی حواسشون به این حرفا بوده,